بعدی آقای دکتر ملکجانی هستن از دانشگاه بوعلی. موضوع صحبتشون آنالیز انتقال به سرخی مدل لاندا سی دی ام هست. خیلی ممنون، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هزار گرامی. خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت‌ها اومدم دانشگاه تحصیلات تکنیک زنجان. همچنین تشکر ویژه دارم از کمیته اجرایی و کمیته علمی. عنوان سخنرانی من در واقع ردشیفت بیند آنالیز هست برای مدل استاندارد. چیزی که میخوام بگم با همکاری این افراد، آقای دکتر شیخ جباری، کلگین، آقای پورجاقی، آقای اوزگار اوکارسو و همچنین آن جانسن هست که اخیراً انجام دادیم. میخوام در واقع با داده‌های سوپرنوما شروع کنم، با این گراف. با این گراف خیلی ساده داده‌های ابرنواختر، مدل فاصله ابرنواخترها که هست قدر ظاهری منهای قدر مطلق بر حسب ردشیفت، که این داده‌ها همونطوری که میدونید قبلا این مدل بود برای H، مدل انیشتین دو سیته که یه دونه پارامتر آزاد بیشتر نداره، H صفر، و این H هم پارامتر هابل هست که فانکشنی از ردشیفت هست. برای داده های لو ردشیفت همونطوری که میدونید این مدل به داده ها فیت میشه، اما وقتی که به داده های بالاتر، یعنی به انتقال به سرخ های بالاتر میریم، این مدل در واقع راهش رو از داده ها جدا میکنه، مدل انیشتین دو سیته با یه دونه پارامتر آزاد هم که بیشتر نداره. پس من برای این مردم به فکر مدل دیگه ای افتادن، شد مدل لامدا سی دی ام. مدل لامدا سی دی ام فرقش با اون مدل قبلی اینه که یه پارامتر آزاد بیشتر داره و این یه پارامتر آزاد میاد کمک میکنه که در ردشیفت های بالاتر در واقع مدل من به داده ها فیت بشه. اما من میخوام یک کمی واقعیتش با جزئیات بیشتری این مسئله رو بررسی کنم، و اینه که همین مدل استاندارد رو من برمیدارم، پارامتر هابلشو H0 رو اگه من تو این پارامتر اومگا M که همون سهم ماده هست ضرب کنم، میتونم پارامتر هابل رو به این صورت بنویسم، دو تا پارامتر آزاد دارم، یکی B و یکی A که دو تا ثابت هستن. B همون حاصل ضرب چگالی ماده در ثابت هابل هست، A هم که میشه در واقع H0 دو منهای B. این رابطه خیلی ساده به من میگه که آ به اضافه B میشه همون H02. آ به اضافه B کجا اهمیت پیدا میکنه؟ در انتقال به سرخهای پایین. وقتی که Z خیلی کوچیک باشه در انتقال به سرخهای پایین، در واقع H من میشه آ به اضافه B، همون H هم میشه H0 که کاملا واضحه. پس بنابراین در انتقال به سرخهای پایین داده های در واقع observation من همون H0 رو مقید میکنند، اما طبیعیه که در انتقال به سرخهای بالا من دیگه این آی به اضافه بی رو نداشته باشم. به همین خاطره که من برگردم اسلاید قبلی، این داده های انتقال به سرخ پایین H0 رو مقید میکنن برای همین مدل انیشتین دو سیته که یه دونه پارامتر آزاد داره. بعد که میریم به سمت انتقال سرخ های بالاتر، چون با همون فرمون داریم میریم، H0 رومون مقید کردیم و با همون فرمون داریم میریم به سمت انتقال به سرخ های بالاتر، میبینیم که در واقع راهش جدا میشه از داده. اما توی مدل لامدا سی دی ام اون یکی پارامتر میاد کمک میکنه در انتقال به سرخهای بالاتر مسئله رو حل میکنه، ولی این یه دونه پارامتر داره و طبیعتاً قادر به انجام این کار نیست. بس بنابراین من میتونم بگم که در انتقال به سرخهای پایین من میتونم همیشه H0 رو داشته باشم. بس اگه من از هر دیتا ستی استفاده کنم، چه اون دیتا ست هایی که مستقیماً با پارامتر هابل در واقع متناسب هستن، مثل در واقع observational Hubble دیتا، یعنی همون داده های HZ، یا داده های سوپرنوا که اونم داده های سوپرنوا در واقع متناسب با یک اچوم هستن، هر دوتاشون در انتقال به سرخهای پایین میتونن به خوبی H0 رو برای من مقید کنن، ولی مشکل تو انتقال به سرخهای بالا هست که بیشتر حالا در ادامه توضیح خواهم داد. من میام حالا که فهمیدم یه تفاوتی بین انتقال به سرخهای بالا پایین هست، من میام یک بین آنالیز انجام میدم و میام این دیتاهای ابزرویشنمو بین بندی میکنم بر حسب ردشیفت. یعنی مثلا داده های OHT و همچنین داده های سوپرنوا میام، معمولا توی ردشیفت 0 تا 2 تا 14 هست، میام اینا رو به 4 تا بین تقسیم کردم، از ردشیفت 0 تا 13، 13 تا نیم، نیم تا 19 و از 19 تا
2.4 دادای سوپرنوا تون بین اول 600 تا حدود بعد میشه 150 تا 140. سعی کردیم در واقع تعداد سوپرنوا به اندازه کافی باشه تو این بین بندی که انجام دادیم. OHD هم تقریبا تعداد داده‌هاش مساوی تقسیم شده تو این در واقع بین بندی که انجام دادیم. و میام در واقع این آنالیز در واقع فیتینگ دیتا رو انجام میدم، یه فیتینگ دیتا اکسرسایز انجام میدم ببینم که مقادیر بهینه پارامترهای من تو این بین بندی چه مقادیری خواهد بود. خب اول برای داده های برای مدل فلت لاندا سی دی ام انجام میدم که مدل استاندارد کیان شناسی است و داده هایی هم که استفاده میکنیم داده های او اچ دی هست، اینم بین بندیمه و اینم در واقع این مشکیه کل داده هاست، خاکستری در واقع بین اوله، سبز بین دومه، آبی بین سومه و قرمز همون بین آخریه که دیگه میرم توی های رد شیفت، البته در لیت یونیورس دارم میرم به سمت های رد شیفت. همونطوری که انتظار داریم، من برم عقبتر، همونطوری که انتظار دارم اگه برم به رد شیفت برم به ردشیفت های بالاتر، این پارامتر هابل من این جمله سهم غالب من میشه و آ میره کنار. پس من برای این داده های های ردشیفت من میتونن بی رو مقید کنن و من آ رو از دست میدم اگه برم تو ردشیفت های بالاتر و مقید سازی رو انجام بدم با داده های های ردشیفت. آ رو از طبیعیه که آ رو از دست میدم چون این جمله مهم میشه توی پارامتر هابلم و بنابراین بی رو میتونم مقید کنم ولی آ رو در واقع یک گوسی شل به من میده که گوسی خوبی به من نمیده و شل میشه گوسی، یعنی خوب نمیتونم آ رو مقید کنم ولی بی رو میتونم مقید کنم. اما بی حاصل ضرب این دوتاست. حالا هم برگردم به سلاید خودم. اینجا همونطوری که میبینید این بی هست که خوب مقید شده در انتقال به سرخ بالا که همون قرمز است، خیلی خوب مقید شده، ولی آ خوب مقید نشده و طبیعی است. در واقع رابطه ریاضی اینو به من میگه. اگه اینو بیام روی در واقع پارامترهای کیانشناسی صحبت کنم که همون دو تا پارامتر است، چگالی ماده و اچ صفر، چگالی ماده در های ردشیفت مقید میشه ولی اچ صفر مقید نمیشه خوب و همونطوری که گفتم اچ صفر با استفاده از داده های لو ردشیفت مقید میشه. ولی اینکه این امگا ام در های ردشیفت خوب مقید میشه خاص این در واقع داده های او اچ دی هست. حالا خواهیم دید که برای داده های سوپرنوا این اتفاق نمیفته. برای داده های سوپرنوا هم همین کار انجام دادیم، همین بین بندی رو انجام دادیم و چیزی که واضحه اینه که در لو ردشیفت اچ صفر خیلی خوب مقید میشه، یعنی دقیقاً اچ صفری که من برای لو ردشیفت یعنی همین خاکستریه دارم میبینم منطبق هست بر کل داده ها. یعنی اگه من کل داده های سوپرنوا رو بردارم اچ صفر من خیلی خوب مقید میشه. اگه همون لو ردشیفتش رو بردارم، یعنی از ردشیفت 0 تا 13 رو بردارم، همون داده های سوپرنوا میتونن اچ صفر رو برای من مقید کنن. یعنی یک کامنتی میشه به داد که داده های های ردشیفت سوپرنوا عملا دیگه تأثیری توی مقید کردن اچ صفر ندارن، اچ صفر من کاملا سوگیری داره به سمت داده های لو ردشیفت سوپرنوا و های ردشیفت ها عملا بازی رو در واقع واگذار کردن به داده های لو ردشیفت. یعنی که من اگه یه داده جدیدی از سوپرنوا در های ردشیفت بگیرم عملا چیز خاصی رو به من نمیده برای اچ صفر، چون اچ صفری که از سوپرنوا من مقید میکنم عملا بایاس داره با لو ردشیفت. اما چیزی که اینجا ما در واقع میبینیم و حرف در واقع این گروهی هست که من به تازگی واردشون این گروه شدم، اینی که من یک رانینگی توی پارامترهای کیانشناسی میبینم وقتی که این آنالیز بین بندی شده رو انجام دادم و اینی که پارامترهای کیانشناسی من در لو رد شیفت و های رد شیفت یکی نیستن. یک رانینگی به سمت برای اچ صفر، یه رانینگی به سمت مقادیر کمتر اچ صفر من میبینم و همچنین در واقع رانینگی برای مقادیر بزرگ ام صفر، اومگا ام صفر میبینم، یعنی چگالی ماده، وقتی که من دارم از داده های های ردشیفت استفاده میکنم. این رانینگ خیلی مسئله مهمیه، حالا جلوتر بهش اشاره میکنم. اما میخوام بگم که واقعا این ممکنه شما بگین خب این ممکنه چگالی داده هات اومده پایین تر که اینجوری این رانینگ به وجود اومده، ولی من میخوام بگم این مربوط به همون تناسبیه که در واقع رابطه‌ایه که من با
H0 داره داده هم. اگر از داده های OHD استفاده کنم رابطه در واقع خطیه یا رابطه H رابطه مستقیم دارم. اگر از داده های سوپرنوا استفاده کنم، داده های سوپرنوا به صورت متناسب هستن با 1H. پس بنابراین اگر از من از ترکیب داده های OHD و سوپرنوا استفاده کنم، انتظار دارم این دوتا همدیگر رو کنسل کنن و هیچ رانینگی نداشته باشن، چون یه سری از دیتا ست ها متناسب با هابل پارامتر هستن و یه سری هاشون متناسب با 1 بر هابل پارامتر هستن و این اتفاق میفته. اگه من از سوپرنوا به اضافه هابل استفاده کنم، اون رانینگی که توی اسلایت های قبلی دیدم از بین میره، هرچند که خطای این های رد شیفت ها طبیعیه که بزرگتر باشه، چون داده های های رد شیفت احتمالاً تنکتر هستن، تعداد داده هم کمتره، بنابراین توی دیتا فیتینگی که انجام میدم خطای پارامترهای من بیشتر میشه. اما چیزی که مهمه اینه که این رانینگ از بین رفت، طبیعی هم هست، چون این دوتا در واقع دیتا ست یکیشون متناسب با H هستن، یکیشون متناسب با 1H من و عملا همدیگر رو کنسل میکنن. اما یه آنالیز بینبندی شده جدید میشه انجام داد و این اینه که من این دفعه بینبندیمو نیام مثلا از 0 تا نیم، بعد از نیم تا 9 تا اینجوری، بیام از اون دادای سوپرنوا مثلا، یا اینجا سوپرنواست، بیام از دادای سوپرنوا هم از اون پایین، حالا هر به صورت 1/10 بیام بالا، یه اسپلیتینگ انجام بدم و داده های لو رد شیفت رو بندازم دور و اون سمپلمو ببرم به سمت در واقع سمپلی که فقط داده های های رد شیفت توش باشن. یعنی من کل داده ها رو دارم، همینجوری 1/10 ازشون بزنم، برم فقط داده های سوپرنوایی رو ببینم که تو های رد شیفت هستن و هر دفعه من آنالیز در واقع دیتا فیتینگمو انجام بدم، ببینم که H0 من میشه چقدر، اومگا M0 من میشه چقدر. اگه این کار رو انجام بدم، همونطوری که میبینید اگه این اسپلیتینگ هم رو به سمت رچیفت های بالاتر ببرم، یعنی مثلا اینجا اگه 7/10 هست، 7/10 یعنی این که آبیه فقط سوپرنواهایی رو برداشتم که رچیفتش از رچیفتشون از 7/10 بیشتره و قرمزه میشه داده هایی که در واقع انتقال به سرخشون از 7/10 کمتره. اگه این آنالیز انجام بدید، همونطوری که میبینید H0 برای های رد شیفت ها میاد پایین، یعنی اگه دیتا های سوپرنوای های رد شیفت رو من توی در واقع آنالیز دیتا فیتینگ هم انجام بدم، کاملا واضحه که یک ترند نزولی برای H0 من میبینم با در واقع با افکتیو رد شیفت و همچنین یه ترند صعودی برای اومگا M0 میبینم که اینا در واقع توی رد شیفت هولوش دیگه تقریبا 1 کاملا های رد شیفت و لو رد شیفت از هم جدا میشن، مقادیری که من دارم در واقع به دست میارم و این نشون میده که واقعا این رانینگ وجود داره، این رانینگی که برای H0 هست، از لو رد شیفت میرم به سمت های رد شیفت، H0 من با داده های سوپرنوا داره کم میشه، مقداری که به دست میارم و برای داده های OHD هم همین رانینگ هست. اگه من این اسپلیتینگ یا این در واقع بیند آنالیز رو انجام بدم، این دفعه H0 زیاد میشه به سمت، اگه از داده های رد شیفت OHD استفاده کنم، H0 بزرگتر و اومگا M0 کمتری رو به دست میارن در مقایسه با این قرمزا که اونا در واقع داده های لو رد شیفتی هستن که البته به سمت کل داده ها دارن میل. مسئله مهم اینه که واقعا آیا H0 یه ثابته؟ تو کاسمولوژی من میتونم با حل معادله فریدمن H0 رو بندازم تو یک ثابت انتگرال گیری، یعنی بگم که H0 یه ثابت انتگرال گیریه و علل اصول باید یه مقدار ثابتی باشه. اگه H0 من معادله فریدمن رو حل کنم، H0 یه ثابت انتگرال گیری است و H0 باید ثابت باشه توی کاسمولوژی. اما تو این بین آنالیز ما H0 مون و همچنین اومگا M0 مون یه پارامتر در واقع پارامتر آزاده که داده ها دارن به ما میگن این چنده و این تابع ردشیفته و این یه دوگانگی است که در واقع برای مدل لاندا سی دی ام به وجود میاد که آیا این در ادامه همون آنومالی هست که این بین آنالیزی که ما انجام دادیم در ادامه همون آنومالی هست که بین پلانک و ریس وجود داره برای H0، آیا این میتونه در واقع تو همون خط باشه یا تکمیل کننده اون باشه، یا به هر حال داریم روی این فکر میکنیم واقعیتش که این رانینگ چی رو داره میگه، آیا مدلی هست که این رانینگ نداشته باشه، یعنی H0 رو همون تو این آنالیز بینبندی شده H0 هم واقعا H0 باشه و مقدار ثابت باشه. حالا این کنجکاوی ما ادامه پیدا کرد و رفتیم سراغ تشکیل ساختار
رفتیم سراغ پرتربیشن لول. من میتونم اف سیگما 8 رو برای مدل لامدا سی دی ام که میدونم این گروس ایندکس 55 صدم مقدار ثابتیه، اف سیگما 8 رو به این صورت از این انتگرال محاسبه کنم که این امگا ام زد در واقع هست، در واقع امگا ام صفر همون چگالی ماده در زمان حال در ردشیفت تقسیم بر این که میتونه بین امگا ام صفر و 1 باشه. من میتونم اینو حل کنم و اف سیگما 8 رو که یک کمیت ابزرویبل هست و من دیتاهای مشاهداتی براش دارم به دست بیارم و ببینم آیا این رانینگ اینجا هم هست روی سیگما 8 یا نه. اما قبل از اینکه برم سراغ این کار، من میخوام به صورت شهودی خودم آماده کنم که واقعا یعنی توی لو ردشیفت و های ردشیفت یک رانینگی، یک در واقع ایولوشنی برای سیگما 8 که همون در واقع سیگما 8 میشه همون دامنه فلکچویشن های ماده وجود داره یا نه. توی های ردشیفت، این امگا ام اگه زد زیاد بشه این امگا ام به سمت یک میل میکنه، این کسره به سمت یک میل میکنه، این اگه به سمت یک میل کنه این انتگراله حل میشه و این فکر کنم انتگراله میشه یک به علاوه زد، این هم که به سمت یک میل کرده بنابراین اف سیگما 8 در های ردشیفت میشه سیگما 8 تقسیم بر یک به علاوه زد، یعنی اف سیگما 8 من در های ردشیفت عملا نقشش کمرنگ میشه برای مقید کردن پارامتر چگالی ماده. اصلا چگالی ماده رو اینجا من نمیبینم، بنابراین داده های های ردشیفت اف سیگما 8 بیشتر میتونن سیگما 8 رو مقید کنن تا امگا ام رو، تا این اون یکی پارامتر آزاد امگا ام رو، بلکه بیشتر وزن میاد روی در واقع مقید کردن سیگما 8. اما توی لو ردشیفت قضیه برعکسه، توی لو ردشیفت این اف سیگما 8 اگه زد به سمت صفر میل کنه این انتگراله که سر و تهش یک میشه صفر و این در اف سیگما 8 میشه همون سیگما 8 در امگا ام صفر به توان 55 صدم که دو تا پارامتر آزاده، یکیش امگا ام. من هر دو تا پارامتر آزادمو دارم در لو ردشیفت، اما در های ردشیفت من امگا ام صفرمو از دست دادم، یعنی اگه من مقید سازیمو با های ردشیفت اف سیگما 8 انجام بدم عملا ناتوان خواهم بود از اندازه‌گیری امگا ام صفر. این گرافا خیلی خوب اینو نشون میدن. این گرافا رو من سیگما 8 رو اینجا فیکس کردم، سیگما 8 رو فیکس کردم، مقادیر متفاوت یه وریشن روی امگا ام صفر دادم و اف سیگما 8 رو رس کردم و حسب ردشیفت و واقعا اینجا کاملا وریشن رو میبینم روی اف سیگما 8 در ردشیفت های پایین، یعنی کاملا داره بازی میکنه اف سیگما 8 با امگا ام صفر، ولی توی های ردشیفت میبینید که عملا نزدیک میشن اف سیگما 8 ها به هم اینجا به خصوص این ستا، علیرغم اینکه من دارم امگا ام صفر رو تغییر میدم ولی اف سیگما 8 هم تغییر نمیکنه، نشون میده داده های های ردشیفت عملا خیلی وابستگیشون به امگا ام صفر کمتر میشه. اما روی سیگما 8 اگه امگا ام صفر رو فیکس کنم سیگما 8 کاملا هم در لو ردشیفت داره خوب بازی میکنه و هم در های ردشیفت و عملا وابستگی به اف سیگما 8 به اون سیگما 8 صفر کاملا مشهود هست. این از لحاظ ریاضی بود. از لحاظ استاتیستیکالی من میتونم یک دیستریبیوشنی از خی اسکوئر حساب کنم، خی اسکوئر فانکشن رو اگه سیگما 8 رو فیکس کنم و بیام امگا ام به ازای مقادیر مختلف امگا ام صفر یه دیستریبیوشنی از خی اسکوئر حساب کنم، این آبیه برای تمام داده های اف سیگما 8 که کاملا واضحه که دیستریبیوشن خوبی داره، یعنی مینیمم خوبی به من میده، اما از داده های های ردشیفت استفاده کنم قرمز در واقع داده های اف سیگما 8 که ردشیفتشون از 0.7 بزرگتره و سبز داده های های ردشیفتیه که در واقع بالای ردشیفت 1 هستن، میبینید که وقتی که سیگما 8 رو فیکس کردم و فقط پارامتر آزاد من شده امگا ام، خیلی این دیستریبیوشنش خیلی در واقع مینیمم رو به من نمیده، در واقع تخت میشه. علتش اینه که همون چیزی که تو استاید قبل دیدیم، علتش اینه که در واقع این خیلی تابع امگا ام صفر نیست در ردشیفت های بالاتر، اما برای سیگما 8 کاملا این هست چه همه دیتا ها رو استفاده کنم، یعنی داده های لو ردشیفت و های ردشیفت، میبینید که کاملا یه دیستریبیوشن خوبی برای خی اسکوئر دارم ولی برای داده های های ردشیفت همینو دارم و اون مینیمم هم خوب در واقع میشه پیداش کرد مینیمم. پس بنابراین این چیزایی که گفتم منو
میخوام همه اینا رو واقعیتش دارم میگم که به این علت که دادای اف سیگما 8 من دادای زیادی نیستن، حدود 20 تا دیتا داریم استفاده میکنیم و همچنین بد کوالیتی هستن، من نمیتونم دو تا پارامتر رو باهاشون فیکس کنم، یعنی مقید کنم. همه این داستان ها رو گفتم که خودم و شما رو قانع کنم که اومگا ام 0 رو یه پرایور پلانک بذارم روش و اومگا ام 0 رو از بازی بذارم کنار، یه پرایور در واقع تونوکی بذارم روی اومگا ام 0 و فقط اجازه بدم که سیگما 8 من در واقع بازی بکنه با یه پرایور خوبی که ببینم این سیگما 8 توی این آنالیز بین بندی شده من داستانش به کجا ختم میشه. اما سیگما 8 این پارامتر S8 مهم هست که میشه سیگما 8 در اومگا ام 0. من این اومگا ام 0 رو با پلانک تقریبا فیکس کردم با پرایور پلانک و اجازه بازی کردن بهش ندادم و فقط سیگما 8 اینجا میتونه الان بازی بکنه. اومدیم در واقع همون آنالیز بین بندی شونه رو انجام دادیم. این زد مینیموم 0 یعنی که همه دیتا ها به ترتیب زد مینیموم 2 یعنی دیتا های بزرگتر از ردشیفت 0.2 و الی آخر زد مینیموم 1 یعنی دیتا های اف سیگما 8 که از ردشیفت 1 بالاتر از ردشیفت 1 قرار دارن. این دیتا فیتینگ اکسرسایز رو اگه انجام بدیم باز ما این رانینگ رو توی S8 دیدیم از مقادیر کم که میشه کل داده ها و وقتی به داده های های ردشیفت میریم فقط از اونها استفاده میکنیم S8 من داره زیاد میشه و این در امتداد همون آنومالی هست که برای پلانک و در واقع لو ردشیفت در واقع لوکال یونیورس برای سیگما 8 وجود داره. تو این آنالیز بین بندی شده ما هم همین رفتار رو تا حدودی داریم میبینیم. این ور من اینو همه اینا رو کردم، دو تا بین یه لو ردشیفت یعنی اف سیگما 8 هایی استفاده کردم، ابزرویشنی استفاده کردم که در واقع زرد میشه انتقال به سرخ های کوچیک‌تر از 1.1 و این در واقع بنفش میشه داده هایی که در ردشیفت های بزرگتر هستن. کاملا این دو تا جوابشون 3 سیگما حدودا با هم اختلاف دارن، هیچ در واقع روی پارامتر سیگما 8 یا تو پارامتر S8 هم اینا کاملا از هم جدا هستن، یعنی اف سیگما 8 های لو ردشیفت و های ردشیفت دو تا چیز متفاوت رو برای سیگما 8 دارن به ما میدن. این یه رانینگ هست در صورتی که سیگما 8 باید یه ثابت باشه ولی اینطوری نیست. این برای اینکه من نشون بدم واقعا این رانینگی که اینجا هست به خاطر این دیتا فیتینگ ما نیست. من یه بار اومدم از بالا این در واقع این قیچی کردن رو انجام دادم، اینجا از پایین به بالا انجام داده بودم، یه بار از بالا به پایین انجام دادم، یعنی کل داده ها رو گرفتیم از داده های بالا حذف کردیم تا برسیم به داده های لور شیفت ببینیم آیا رانینگی هست. اگه رانینگی بود بس این دیتا فیتینگ من این رانینگ رو درست کرده، ولی اینجوری نبود. این از بالا به پایین رانینگ وجود نداره و فقط از پایین به بالا رانینگ وجود داره که به خاطر در واقع وابستگی اون پارامتر به افکتیو ردشیفت هست. بازم واقعیتش این که حرفام یکم عجیب غریبه ولی خب بله همین 5 دقیقه تموم کرد. این دفعه ما اومدیم پرایورمون رو شل کردیم. معمولا پرایور اومگا ام رو بین 0 و 1 میگیرن، اچ 0 هم حالا بین 0 تا 100 میگیرن. معمولا دو تا پارامتر آزاد داریم که این میتونه، حالا ما پرایور رو روی اومگا ام رو شل کردیم از 0 تا 5 باشه پرایورمون و اون وقت اگه اومگا ام بشه مقادیر بزرگتر از 1 رو به من بده اون وقت چگالی ثابت گرانشناسی میتونه منفی باشه توی فلت لاند سی دی ام. البته این شکل خیلی خوبیه. این اومگا ام اچ 2 که این برای پلانک حدود 0.14، ولی برای پنتوم پلاس دیتای جدید اخیراً در واقع پارسال برای کاتالوگ جدیدی که برای سوپرنوا اومده پنتوم پلاس هست که میبینید که تعداد داده‌هاش خیلی بیشتر از پنتون هست و این و همچنین از این داده‌های قدیمی جی ال ای کاملا فراوانی داده‌هاش خیلی بیشتره و میشه در واقع بهتر ازش استفاده کرد. این اختلاف خیلی زیادی 3.7 سیگما تنشن هست بین پلانک و پنتوم پلاس داده‌های سوپرنوا که این کاملا های ردشیفته و اینم لو ردشیفته. این اختلاف واقعا چیزیه که ما رو باز موتیویت کرد به این که ببینیم این رانینگه توی پنتوم پلاس هم دیده میشه یا نه. اما با این مفروضاتی که گفتم پرایورمون رو شل کردیم هم روی اومگا ام و هم روی اچ 0
و این بیم‌بندی رو باز انجام دادیم. چیزی که نتیجه اینه که انتقال به سرخ‌های بالاتر میریم امگا ام داره زیاد میشه و میتونه اگه پرایرمون رو شروع کنیم از یکم بالاتر بزنه و H0مون هم داره کم میشه. این H0مون داره کم میشه به سمت انتقال به سرخ‌های بالاتر میریم و این رانینگ میتونه وجود داشته باشه. برای اینکه اینو مطمئن باشیم حرفمون درسته، از 4 گوشه این پرایر ما در واقع دیتا فیتینگمون رو انجام دادیم. یه بار از گوشه پایین یعنی نزدیک در واقع این امگا ام 0 رو بین 0 تا 5 بگیرم، بین لوور لیمیت گرفتیم. یه بار امگا اچ 0 رو از آپر لیمیت شروع کردیم، امگا ام رو از لوور لیمیت شروع کردیم. یه بار اچ 0 رو از آپر لیمیت، ببخشید امگا ام رو از آپر لیمیت و اچ 0 رو از لوور لیمیت، امگا ام رو از آپر لیمیت، اچ 0 رو از آپر لیمیت و امگا ام از لوور لیمیت، یه بارم از هر دو تا از آپر لیمیت شروع کردیم. یعنی از 4 گوشه این در واقع پرایوری که میتونم انتخاب کنم این دیتا فیتینگم رو انجام دادم که ببینیم واقعا این لیست اسکوئر در واقع فیتینگم تغییر نکنه، که تغییر نکرد. این داده هایی که استفاده کردیم داده های سفید هاست سوپرنوا هستند، به اضافه سوپرنوایی که تو ردشیفت کوچیک‌تر از یک قرار دارن. میبینید که اچ 0 هم همون نزدیک ریسه در و امگا ام 0 هم نزدیک همون چیزی که انتظار دارم، اما اینجا باز سوپرنو سفید هست سوپرنوها رو جمع کردم با های ردشیفت سوپرنوها، این سوپرنوایی که ردشیفتشون از یک بزرگتره. این سفید هست سوپرنوها هم اضافه کردم برای اینکه اون قدر مطلق سوپرنوها رو کنترل کنه و اجازه نده اون بازی کنه. این کار انجام میدن سفید هست سوپرنوا حدود 77 دیتای سوپرنواست تو این پنتوم پلاس سمپل. و خلاصه اینکه اینجا باز این میبینیم که امگا ام میتونه مقادیر بزرگتر از یک رو داشته باشه. این نشون میده که اون ثابت کمشناسی من باید منفی باشه اگه فلت لاند اسیدیم رو داشته باشم. خلاصه کنم حرفامو اینه که این واقعیتش اینه که این وابستگی پارامترهایی که من دارم فیت میکنم به انتقال به سرخ میتونه یک بریکداون باشه برای مدل لامدا سی دی ام، به خاطر اینکه من انتظار دارم که این علل اصول نباید این اتفاق بیفته ولی داره میفته. آیا این میتونه یک چالش جدیدی برای لامدا سی دی ام باشه در امتداد همون آنومالی هایی که برای مدل لامدا سی دی ام وجود داره؟ اینو من تو همون داده های سوپرنوا، هم تو داده های او اچ دی و هم تو داده های در واقع پرتربیشن لول ما اینو دیدیم. و خلاصه این چیزایی بود که خدمتتون گفتم. خیلی ممنونم که خب تشکر از آقای دکتر ملکجانی.